چگونه مثل موش اینها در دستان پلیس و مأمورین نیروی انتظامی ذلیل و خفیف شد. قرار حافظان کرامت انسان باشند. حتی اگه خطاکار با جرمی بزرگ در برابر قانون مقصر باشه و گناهکار. اما مردان قوی هیکل نیروی انتظامی در حالی که برای شناخته نشدن مثل جلادهای عصر رنسانس نقاب بر سر کشیدن و پشت متهمان سنگر گرفتن، با ضربه های مکرر اونها رو ناچار می کنن تا با صدای بلند به خودشون ناسزا بگن. آن سوی این نمایش خیابانی اما مردم هم. اونایی که بی هیچ ناراحتی از این سیرک وحشت لذت میبرن و فیلم میگیرن. اما این متهمان چه کردن که باید این چنین مورد خشونت قرار بگیرن و حقوق انسانیشون لگدمال بشه؟ بر اساس اعلام نیروی انتظامی، به جز اون گروهی که اشرار لقب گرفتن، تعدادی هم موبایل قاب بودن و به جرم دزدی بازداشت شدن. اما باز این هم همه ماجرا نیست و شاید وقتی عمق این تلخی نمایان بشه که بدونیم سارقانی که چنین با خشونت در سطح شهر گردونده میشن و هیچ ارزش انسانی براشون قائل نیستن، در قیاس با اون دسته دیگه‌ای که به جرم دزدی قطع عضو میشن، خیلی هم شرایط دردناکی رو تجربه نمی کنن. آخرین نمونش حکم قطع یدی که 12 مهر ماه 99 در ارومیه برای جوان 32 ساله‌ای به نام آرش علی اکبری صادر شد که به اتهام سرقت حالا باید 4 انگشت دست راستش قطع بشه. حکمی که به هیچ عنوان یه استثنا نیست. مثال دیگش 4 تیر ماه 99 و حکم قطع 4 انگشت دست راست 4 زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شاهیوند، کسرا کرمی و مهدی شرفیان 7 چشمه، یا 5 دی ماه 95 و حکم قطع 4 انگشت دست 2 برادر زندانی در ارومیه، 13 مرداد 94 و قطع همزمان دست راست و بخشی از پای چپ یک محکوم در زندان مشهد، 26 فروردین 86 و حکم قطع همزمان دست و پای یک زندانی دیگه در ماهشهر. حکم‌های بی‌رحمانه‌ای که در هر استان میشه 10 موردش رو مثال زد، اما باز هم نقطه پایان این تلخی نیست وقتی 19 فروردین ماه 96 و زندان عادل‌آباد شیراز رو به یاد بیاریم که یه زندانی در حالی دستش قطع شد که 10 روز بعد حکم اعدامش رو اجرا کردن. حکم‌هایی که مبنای صدور همشون قانون مجازات اسلامیه که بر اساس ماده 278 در مرتبه نخست سرقت 4 انگشت دست راست از انتهای آن، بار دوم پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع میشه، بار سوم حبس ابد میگیره و بار چهارم اعدام میشه. برای این آدمی که دستش را میبرند برای این کاری که کرده است، این یک رحمتی است. رحمتش در اون طرف ظاهر میشد. مواد قانونی که پیش از روی کار اومدن جمهوری اسلامی در ایران وجود نداشت و فقهای دینی مبنای اون رو آیه 38 سوره مائده قرآن میدونن. اما دستم که دزد شد دیگه از ارزش میفته، به خاطر 1/4 مثقال قطع میکنن، اونم در شرایط اقتصادی که حداقل سبد معیشت خانوار بیش از 7,900,000 تومان و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران حدود 1,800,000 تومانه. اونم در وضعیتی که در تابستان امسال بیش از 1.2 میلیون نفر از همین حداقلی بگیرها هم از کار بیکار شدن و بیش از 50% خانوارهای ایرانی
به زیر خط فقر سقوط کردن و نه تنها در 65% سفره خانواده‌های ایرانی خبری از گوشت قرمز نیست، که برای 34% هم برنج به نوعی غذای تشریفاتی مبدل شده. شرایطی که حالا بخشی از جامعه را هر چند نادرست به سوی ارتکاب جرائمی مثل سرقت سوق میده. اما اون سوی این معادله حکومتیه که هر چند در عرصه بین المللی در ضعیف‌ترین وضعیت 4 دهه خودش قرار داره، ولی در داخل مرزها سعی داره از خودش موجودی مقتدر به نمایش بذاره که میتونه به سادگی شهرونداشو از دم تیغ بگذرونه. رویش سبز مام ایران، ریسمان.